دوستان گرامی، هموطنان عزیز، خانم ها و آقایان، امسال بسیار خوشحالم که دوباره موقعیت فراهم شد که بتوانیم ادامه درس هایی رو که از سال گذشته شروع کردیم به پایان برسانیم، درس های جدیدی رو شروع کنیم، با شما مجددا در تماس باشیم. ما امسال انجمن غیر انتفاعی و آموزشی دانا رو به ثبت دادیم تا به این وسیله بتوانیم فعالیت‌های خودمون رو وسعت بدیم، فعالیت‌های آموزشی رو نه تنها از طریق کلاس‌های آموزشی بلکه از طریق وب سمینارها و از طریق پخش در تلویزیون‌ها با تعداد بیشتری از هموطنان گرامی در تماس باشیم. درسی که سال قبل شروع کردیم درس تاریخ دموکراسی بود، از یونان قدیم، از آتن شروع کردیم، به روم رسیدیم. پس از گفتن تاریخ روم باستان و روم در دوره جمهوری، روم در دوره قیصرها، به قرون وسطا و حکومت کلیسا رسیدیم، حکومت کلیسا رو شرح دادیم. سپس به قرون میانه، پس از عبور از قرون میانه به دوران جدید رسیدیم، در دوران جدید رنسانس، انقلاب صنعتی و تغییرات مهمی را که به دموکراسی منجر شد شرح دادیم و به دوران معاصر رسیدیم. در این دوره همه تئوری‌های یا اغلب تئوری‌های مهم فلسفی و جامعه شناسی رو که بستر به وجود آمدن تغییرات مفهومی از جامعه بسته قرون وسطا به جامعه باز و دموکراتیک بود شرح دادیم. از جان لاک گفتیم، از هابس گفتیم، از کانت گفتیم، از لاولز گفتیم و از بسیاری دیگر. و بعد از اون به دوران معاصر رسیدیم، دوران معاصر رو شرح دادیم، گلوبالیزاسیون یا جهانی شدن، اثرات اون رو بر اجتماع، بر اقتصاد، بر فرهنگ و تغییرات سریعی رو که امروز با اون در تماس هستیم طی مباحث مبسوطی شکافتیم و البته جزوات اون در دسترس هست، هم میتوانید در وبسایت ما به این جزوات دسترسی پیدا بکنید و هم از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید و ما این جزوات رو برای شما با کمال میل میفرستیم. ما از انقلاب مشروطه تا کنون به دنبال برقراری دموکراسی بودیم. شاید از اولین اجتماعاتی بودیم که فکر کردیم دوران عوض شده و سیاست عوض شده و ما باید تغییرات مهمی در مملکتمون به وجود بیاریم و بنابراین انقلاب مشروطه را کردیم. ولی هنوز پس از گذشت 100 و اندی سال از انقلاب مشروطه تغییر محسوسی در اداره جوامع ما نشده. تغییرات بیشتر سوریست. ما پارلمان داریم، ما قوه قضاییه داریم، ما ادارات داریم، ما وزارتخونه ها رو داریم، ارتش منظم داریم، وسایل مدرن داریم، ولی استبداد در قالب همه اینها که اینها در حقیقت تنظیمات برای اداره دموکراتیک جامعه بوده، هنوز همچنان در ایران و شاید قوی تر از قبل حکم فرماست. مسئله بازشکافی این است که این چه مانع بزرگی است که پس از 100 و اندی سال از گذشت مشروطه ما موفق به برقراری دموکراسی و حکومت قانون نشدیم. درس ما عنوانش چالش سنت و دموکراسی است. در چالش سنت و دموکراسی ما به این مسئله مهم می‌پردازیم که چه چیزی در سنت ما وجود داره و این سنت در چگونه در ما ایرانی ها نهادینه شده که چون موجودی جان سخت در مقابل این تغییرات مهم مقاومت میکنه و این تغییرات رو بر نمیتابه. ما در حقیقت
در دوران مدرن به لزوم اینکه این تحقیقات باید انجام بشه کاملا پی بردیم. میدانیم که نمیتوان به روش قدمایی و سنت قدمایی و روش کهن مملکت رو اداره کرد، ولی تا میاییم این ترتیبات جدید رو برقرار کنیم، تا میاییم این تغییرات جدید رو بدیم، به یک مانع مهم جانسخت در اذهان تک تک ما و در اون چیزی که ما ناخودآگاه جمعی اسمش رو گذاشتیم برمیخوریم. بازشکافی این مسئله درسهای این دوره ماست. در حقیقت از زوایای گوناگونی میشه قدرت سیاسی و نظام سیاسی رو بررسی کرد. بهتر است از اون چیزی که محور نظام سیاسی رو تشکیل میده، یعنی قدرت سیاسی، این مبحث رو شروع کنیم و وابکاویم، تعمق کنیم، ببینیم این قدرت سیاسی چگونه موجودی است که در مملکت ما تغییر ماهیت نمیده و هر کاری میکنیم همون قدرت سیاسی استبدادی است. در حقیقت قدرت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل دهنده جوامع انسانی است. هیچ زاویه ای از سیاست و هیچ کنجی از اجتماع رو شما نمیتونید پیدا کنید که در خلأ وجود قدرت شکل گرفته باشه، یا تغییر یافته باشه، یا در مسیر تغییرات جدیدی باشه. به هیچ وجه تصادفی نیست که حکومت و جامعه ما شکل و محتوای کنونی خودشون رو دارند. این پذیرش نوع خاصی از قدرت و روابط قدرت در قرن‌های متمادی است که جامعه ما رو به شکل کنونی خودش شکل داده و این ارتباطات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی معینی رو که وجود داره در اون استوار کرده. می توان به دنبال این مسئله بود که چه چیزی ذهن ما شرقی ها به خصوص ایرانی ها رو به شکلی در آورده و چنان اشغال کرده که ما این ذهنیت استبدادی رو نمیتونیم فراموش کنیم. آیا شرایط عینی ویژه‌ای مثل شرایط جغرافیایی، مثل نوع بارندگی، مثل شروع تمدنی ما باعث این کارها شده، یا شرایط ذهنی مانند فرهنگ، مذهب، طریقت، شریعت، راه و روش زندگی، کدام یک از اینها اصالت داره و کدام یک از اینها ذهن ما را ابتدا ساخته و بعد نوبت به اون یکی نوع شرایط آمده؟ البته تحقیق در تقدم یا تأخر شرایط ذهنی یا عینی خود مسئله جالبی است. میشه سالها راجع به اون تحقیق کرد، میشه واکاوید، مطالعات مفیدی کرد، ولی در علوم اجتماعی معمولا اعتبار این نوع تحقیقات محدود. برای اینکه رابطه علت و معلولی به فرض محال هم که اگر تثبیت بشه، یعنی معلوم بشه که آیا شرایط عینی اصالت داره یا شرایط ذهنی، این رابطه علت و معلولی پس از مدتی در همدیگر چنان اثری میگذارن که تقدم و تأخر اونها مهم نیست. غالبا من این مثال رو میزنم که اینکه مرغ اول بوده یا تخم مرغ شاید بحث جالبی باشه، اما برای ادامه زندگی مرغ همون اندازه که تخم مرغ لازمه، مرغ هم لازمه. و امروز مرغ ها از هم دیگر نمیپرسن که آیا مرغ ابتدا بوده یا تخم مرغ. مهم اینه که هر دو باید دست به دست هم بدن تا زندگی مرغ ادامهش ممکن باشه. برای ما هم این تقدم و تأخر اساسی نیست. ما تحقیقات رو در این زمینه ادامه نخواهیم داد. ما به اصل مسئله خواهیم پرداخت و بررسی خواهیم کرد که بدون توجه به اینکه کدام یک از شرایط عینی یا ذهنی تقدم بر اون یکی دارند، آثار هر دوی اینها در ذهن ما چه بوده تا این ذهن ما رو به این صورت
در آورد. مشکل چیست واقعا؟ مسئله کدام است؟ می توان گفت که ما از زمان انقلاب مشروطه بیشتر پی به عقب افتادگی خودمون بردیم. در آن زمان متفکرین ما با تماسی که با دنیای غرب پیدا کردند پی بردند که در دنیای غرب دنیای دیگری در حال شکل گیری است و ما از اون عقب هستیم. اونها به زودی به راز این مسئله پی بردند. اونها پی بردند که اون که ما را عقب نگه داشته فساد اداری، استبداد سلاطین و نبودن قانون است. بنابراین توجه خودشون رو به این دادن که انقلابی را بسازند که عدالت خانه میخواست، حکومت قانون میخواست و میخواست که استبداد در مملکت از بین بره. ما انقلاب کردیم. این انقلاب از استبداد سنتی به یک نظام جدیدی ما را متحول کرد که اسمش مشروطه سلطنتی بود. این مشروطه ادامه داشت، به زودی تبدیل به نظامی بسیار ضعیف همراه با هرج و مرج اجتماعی شد. ما دوباره در صدد این برآمدیم که یک دیکتاتوری رو بر سر کار بیاریم تا این نظام هرج و مرج رو سامان بده. رفتیم پشتیبانی کردیم، دوباره دیکتاتوری آوردیم و فکر میکردیم که با آوردن این دیکتاتور کارها بر وفق مراد خواهد بود. حال پس از گذشت صد و اندی سال و امتحان انواع دیکتاتوری ها، یعنی ناسیونالیسم رضاشاهی و حکومت اسلامی خمینی، در دوباره به همون پاشنه میچرخه. یعنی به زودی ما پی بردیم که اون چیزی را که مستشار دوله میگفت و راه حل این مملکت را یک کلمه میدانست و اون یک کلمه حکومت قانون بود، پس از صد و اندی سال هنوز در مملکت ما برقرار نشد. راستی چرا؟ چرا ما چنینیم؟ چرا نه استبداد رو تحمل میکنیم و نه دموکراسی رو برمیتابیم؟ نه اینیم و نه آن. استبداد مستولی میشه، فکر میکنیم زندگی ما را به سامان خواهد برد، پس از مدتی پی میبریم که از استبداد انتظار اون معجزه ای رو که داشتیم نخواهد شد. سپس مستبد رو سرنگون میکنیم، دموکراسی رو میاریم و دموکراسی به زودی منجر به هرج و مرج میشه و منجر به حکومت قانون نمیشه. دوباره روز از نو و روزی است. مشکل کجاست؟ مشکل در ذهنیت ما ایرانیان است. ما آلترناتیو دموکراسی رو در ذهن خودمون بنا به تجربه تاریخی هرج و مرج میدانیم. ما در ضمیر ناخودآگاه جمعی خودمون این اطمینان را نداریم که حکومت قانون برای ما امنیت بیاره. و چون این اطمینان را نداریم، در خلأ بین استبداد و استبداد بعدی رفتار ما قانونمند نیست. این عدم اطاعت از قانون جامعه رو به هرج و مرج دچار میکنه، امنیت ما رو از بین میبره و این از بین بردن امنیت دوباره باعث میشه که ما به دنبال یک دیکتاتور صالحی باشیم که اوضاع رو به سامان برسون. تکرار و توالی این پروسه
بسیار جانکاه و بسیار دردآور تاریخ دوران معاصر ما در این صد و اندی ساله. خب برای بازشکافی علت این ذهنیت جمعی استبدادی ناچاریم که تاریخ غرب رو با شرق مقایسه کنیم. در درس‌های سال قبل من گفتم که در غرب همیشه نوعی حکومت قانون وجود داشته. مرحوم فریدون آدمیت معتقده که برخلاف اون که منابع غربی نوشتن، در حکومت‌های ابتدایی و تمدن‌های اولیه شرق مانند اکد و انشان و سومر نوعی کنستیتیسیون، قانون اساسی وجود داشته و امروز لوحه‌های گلی کتابخانه بزرگ حمورابی که بالغ بر 12,000 لوحه گلی در این مورد است، قوانین مبسوطی رو نشون میده. البته فرق این نوع حکومت قانون با اون که در غرب بوده، این قوانین انشاء یک مستبد بوده، از بالا به پایین بوده و مردم هیچ دخالتی در تنظیم و در تدوین چنین کنستیتوسیون یا قانون اساسی نداشتند. ولی حتی همین کنستیتوسیون یا قانون اساسی نشانی ازش در ایران نیست. ما هیچ نشانه‌ای از وجود چنین قوانینی مانند قوانین حمورابی یا یاسای چنگیز در ایران نداریم. چیزهایی که به دست ما رسیده بیشتر قوانین مربوط به تقسیم آب، خراج و مالیات یا قوانین دیوان یا نظام اداری تو ایران بوده. برعکس در غرب، در روم به خصوص مجموعه مدونی از قوانین وجود داشته که همواره به نوعی حاکم بود. حتی در دوره قرون وسطا شما دادگاه های انگیزیسیون را هم که میبینید، دادگاه تشکیل میشده، البته شکنجه میدادند، البته میکشتند، پوست طرف رو میکندند، در آتش میسوزوندند، اما همواره آیین دادرسی وجود داشته، پروتکل میکردند، دادگاه رئیس و معاون و منشی داشته و به قوانینی متکی بودند که اون موقع کانون لاو یا قانون کلیسا میگفتند. ما در ایران چنین نمونه ای نداریم. سلطان اگر به کسی غضب میکرد، با اشاره دستی میر غضب رو احضار میکرد و سر اون رو از تنش جدا میکرد. این یک تفاوت اساسی است. دیکتاتوری غربی معادل سلطان مستبد ما نیست. او از طرف سنا با اختیارات محدود در وضعیت فوق‌العاده برای زمان محدودی انتخاب می‌شد و باید این اختیارات فوق‌العاده رو که بهش می‌دادن بر طبق قانون در اون وضعیت فوق‌العاده اعمال کنه و پس از رفع وضعیت فوق‌العاده اوضاع دوباره به حال اول برمی‌گشت. سلطان مستبد یا سلطان جابر یا اورینتال دسپوت کسی است که با اراده خودش که بر هر چیز جاری و ساری است و هیچ حدی رو نمیشناسه حکومت میکنه. هیچ قانونی او رو محدود نمیکنه. و این نوع حکومت با اون چه در غرب دیکتاتوری خوانده میشد تفاوت ماهوی داره. با همه این حرفایی که گفتیم و با همه این تفاوت ها تا اوائل قرن 16 حدوداً غرب و شرق تفاوت محسوسی نداشتند. حتی در قرن 17 موقعی که ترک ها سلطنت عثمانی تا پشت دیوار وین رسید،
هنوز شرقی ها فکر میکردند که هماورد غربند و حتی میتوانند غرب را از آن خودشون بکنند. این از اواسط قرن 19 هم بود که عثمانی ها پی در پی در جنگ هاشون شکست خوردند. ایران در دو جنگ متوالی از تزارهای روس در زمان فتح علی شاه شکست خورد، قرارداد ترکمنچای منعقد شد و عباس میرزا به صدا در آمد که ای فرنگی، تو کیستی که و چگونه میاندیشی که انسان برتری بر ما داری؟ مسئله چیست؟ این اولین تلنگر تاریخی به ما ایرانیان بود که عقب افتادگی ما رو به ما نشون داد. بعد در قرن بیستم دو جنگ جهانی اول و دوم عثمانی را تکه و پاره کرد، متلاشی کرد و پس از اون بر همه ما ثابت شد که دوران دیگری است و غرب حداقل ابتدا بر این قائل شدیم که در بعد نظامی بر ما برتری داره و پذیرفتیم که این برتری وجود داره و ما یک مسئله داریم و این عقب افتادگی رو باید جبران بکنیم. این خودآگاهی نسبت به وجود مسئله باعث شد که نویسندگان ما، متفکرین ما در ابعاد مختلف مسئله رو بشکافند. کتاب‌های مختلفی نوشته شد، مباحث مختلفی شکل گرفت. حتی شاهان ما، مثلا ناصرالدین شاه، برخلاف فتح علی شاه که قرارداد ترکمنچای رو وقتی میخواست با تزار معاوضه بکنه، ایلچی خان شیرازی را، ایلچی بیک شیرازی رو به روسیه فرستاد، ناصرالدین شاه تصمیم گرفت خودش کفش و کلاه کنه و این فرنگ رو ببینه، این فرنگ عجیب رو از نزدیک ببینه و ببینه که چه چیزی باعث برتری اوناست. حاصل این دیدار حیرت و تأسف بود، حیرت و تأسفی که در قلم اغلب کسانی که در این دوره به قصد دیدن فرنگ و شناختن اون مسافرت کردند و سفرنامه نوشتند. این سفرنامه ها مانند سفرنامه حاج ابراهیم سیاح نشان میدهد که چقدر ما دچار تحیر و سردرگمی و تأسف بودیم. این نوشته ها تا کنون هم ادامه داره، ولی نسبت به این مسئله اساسی که ما میخواییم راجبش بحث کنیم کمتر نوشته شد. مسئله در ابعاد دیگری دیده شده و این ابعاد دیگر با وجود اینکه مهمند به کانون قضیه توجه کمتری دارد. کانون این قضیه به طبق فرضیه من و طبق اون که من میاندیشم در ذهنیت ما و ذهنیت و ناخودآگاه ذهنی جمعی ما ایرانیان است. ما در حقیقت به طور تاریخی به استبداد خو گرفتیم. ما تقسیم قدرت رو که لازمه دموکراسی است معادل هرج و مرج میدانیم. ما امنیت رو در سایه دموکراسی احساس نمی کنیم و بنابراین با وجود این که پس از پی بردن و عقب ماندگی خودمون لزوم اصلاحات رو بهش پی بردیم و انقلاب کردیم تا اون رو عملی کنیم، این ناخودآگاه سرسخت جمعی ما نمیگذارد که این اصلاحات در جامعه پیش بره، نه در سطح فردیمون نه در سطح اجتماعیمون. این ذهنیت جانسخت اجازه پیشبرد اصلاحاتی را که لازمه دموکراسی است نمیده. دموکراسی در حقیقت تغییر مسیر قدرت سیاسی که از بالا به پایین در استبداد هست از پایین به بالاست. ذهنیت استبدادی اغلب ما ایرانیان نه این تغییر جهت قدرت را برمیتابد، نه حکومت قانون رو در لایه‌های
عمیق ناخودآگاه خودش میپذیره، نه براش قابل قبوله که این قدرت تقسیم بشه. در حقیقت تقسیم این قدرت رو مترادف با ضعف، انحطاط و هرج و مرج میدونه. ما ممکن است به خاطر حقایق زندگی و به خاطر اون که مجبوریم در محیط جدید زندگی بکنیم، لایه‌های پیشین ذهن ما لزوم این اصلاحات رو کاملا درک کرده باشه. تغییرات در جامعه رو شروع میکنیم، به مجردی که این تغییرات به قدری عمیق شد که با باورهای بنیادین ما که در لایه‌های پسین در این ذهنیت ناخودآگاه جمعی ما جا گرفته در تضاد بود، فیل ما یاد هندوستان میکنه و ما دوباره در را به همون پاشنه میچرخانیم که بود. ما نه اینم و نه آن، نه استبداد رو برمیتابیم به خاطر اینکه قادر به اداره مملکت نیست، نه دموکراسی رو تحمل میکنیم به خاطر اینکه در حقیقت با باورهای سنتی و عمیق ما در تضاد. درس ما در این دوره دیدن سویه های مختلف این ذهنیت استبدادی ما در پویه تاریخ، در فلسفه، در فرهنگ، در اقتصاد، در دین، در آیین، در روابط جمعی ما ایرانیان، در جامعه شناسی ماست و اینها رو هم باز میشکافیم. به چه خاطر؟ به این خاطر که خودآگاهی جمعی ما نسبت به این ناخودآگاه این توانایی رو به ما میده که بدانیم با چه وضعی روبرو هستیم، مشکل ما کجاست، با این مشکلات بتوانیم رو در رو بشیم و اونها رو تا اونجایی که از توانمون میاد رفع کنیم. البته اندیشمندان زیادی توجه به این کردن که ما مثلا نوشتن که ما هر کدام یک مستبد کوچکیم، بعد این استبداد رو در خودمون رفع کنیم. عده زیادی نوشتن که تا سازوکار استبدادی در جامعه عوض نشه استبداد برقرار خواهد بود. عده گفتن که ما به جای اینکه مستبدین را از بین ببریم باید استبداد را از بین ببریم. همه اینها صحیحه، ولی اون که کمتر تحقیق شده یا من ندیدم و باید پس از این کاملا تحقیق بشه، این مسئله اساسی است که همه این مسائل در ذیل این تیتر بزرگ که یک ذهنیت ناخودآگاه جمعی در ما وجود داره که مستبد را دوباره باز تولید میکنه، ما را مستبد کرده و روابط اجتماعی ما را استبدادی شکل داده. تا به این ذهنیت ناخودآگاه پی نبریم چیزی در ما نخواهد شد. ما در این صددیم که در این درس ها این مطلب را بازشکافی کنیم. خیلی از توجهتون متشکرم.